سلام بچه ها، به کانال من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام راجع به امتحان اونا براتون صحبت کنم و توضیح بدم. امتحان اونا امتحانی که در حقیقت گذاشتن که افرادی که میان هلند بتونن آماده بشن که وارد بازار کار بشن. در حقیقت قراره به شما کمک بکنه که یاد بگیرید چجوری راجع به یک کار صحبت کنید، یاد بگیرید چجوری مصاحبه های کاریتون رو سپری کنید. هرچند که خب مثل بقیه امتحانا واقعا هم اینجوری پیش نرفت طبق اون چیزی که مد نظرشونه و مجبور شدن یه عالمه حالتایی بذارن که شما معافیت بگیرید و این امتحان رو ندید. یه حالتی هست که کلا هیچ کاری برای این امتحان انجام نمیدید که اونو حالا بعدا میگم، ولی تو حالت عادی شما باید یه سری پروفایل، یه پروفایلی درست کنید از خودتون راجع به شغلتون، راجع به سنتون، راجع به اینکه قبلا چقدر کار میکردید، از این به بعد چقدر میخواید کار بکنید و اینا، یه سری توضیحات بدید. حالا اینکه این پروفایل رو چجوری درست میکنید لیستش هست، یعنی یه سری فرم داره خودت توی سایت هست، این فرما رو دانلود میکنید و همونا رو مینویسید، مرتب پر میکنید، میتونید تمرین کنید یا لمه همه رو سرچ میکنید مینویسید و بعد اینا رو میفرستید و پست میکنید، حالا یا آنلاین میفرستید. حالا دو تا حالت داره. اگر که شما توی یه آموزشگاهی که تحت نظر خود دوا هست دوراتون رو بگذرونید و زبان یاد بگیرید، اون دانش، اون آموزشگاهشون یه سرتیفیکیتی داره، این پروفایل رو که بفرستید دیگه تموم میشه، شما سرتیفیکیت امتحان اوناتون رو دریافت میکنید. منتها اگر که شما کلاس خصوصی میرید یا پیش کسی کار میکنید که ثبت نشده برای این کار و اون سرتیفیکیت مخصوص رو نداره، متاسفانه شما نمیتونید از این حالت استفاده کنید حتی اگه 64 تا ساعت رو گذرونده باشید. منتها میتونید به جاش یه دونه حالت مصاحبه مانندی هست که تشریف میبرید و راجع به همون سوالایی که خودتون نوشتید، راجع به اون شغلی که توضیح دادید، گفتید من میخوام این کار رو بکنم، معمولا هم واقعی نیست اینو بگم، یعنی یه شغل ساده انتخاب میکنید که بتونید ازش دفاع کنید و کلماتش راحته و حالا خیلی پیچیده نیست، اون انتخاب میکنید و میرید از اونها یه سری سوال ازتون میپرسن و از همون فرمایی که خودتون فرستادید هست. یه مسئله دیگه ای که هست اینه که معمولا این امتحان امتحانی که شما اواخر انجام میدید، یعنی اینجوری نیست که سال اولی که اومدید هلند مثلا اینو بخواید سریع انجام بدید، معمولا میذارید برای آخر که واقعا تو هلند زندگی کردید، عادت کردید به زبان و یکم راه افتادید. منتها یه خبر خوب اینه که امتحان اونا تو چند تا حالت هست که شما میتونید درخواست معافیت بدید بدون اینکه اصلا حتی پروفایل هم بفرستید. اونم اینه که یا اگر که تو هلند درس خوندید که بیاید بررسی کنید ببینید آیا مشمول این قانونی که MBO تون رو از هلند گرفته باشید، تو اون حالت لازم نیست چون میدونن سطح زبان شما خوبه. ولی حالت بعدی اینه که اینم که نوشته اینه که اینتگریشنتون از قبل ژانویه 2015 باشه، که خب این اصلا طبیعیه، اگر قبل اگر قبل اون باشه که اصلا شامل نمیشید. دقیقا من یه لحظه شک کردم، اگر چون اصلا اونا بعد 2015 اومد. و حالت بعدی اینه که اگر که شما توی هلند کار کرده باشید، که میشه این حالت، من میام با هم بخونیم. توی این حالت اگر که شما employed بودید، یعنی یه جای شاغل بودید، یه کارفرمایی داشتید و حداقل 6 ماه کار کرده باشید توی 12 ماه گذشته، یعنی توی یک سال گذشته شما باید 6 ماه کار کرده باشید. اگه مثلا 3 سال پیش 6 ماه کار کردید دیگه دیر شده برای درخواست اگزمشنتون متاسفانه. پس اگر که در حال حاضر دارید کار میکنید، به محض اینکه شد 6 ماه یا مثلا یه 3 ماه داشتید و 2 ماه بعد یه ماه دیگه، به محض اینکه این پر شد حتما سریع بیاید درخواست معافیتتون رو بدید. و اینکه شرط ساعتیش هم اینه که شما 48 ساعت توی ماه کار کرده باشید. 48 ساعت تو ماه واقعا کمه، یعنی چیزی که به احتمال زیاد اگر که کار کردید داریدش. دو تا راه هم برای درخواستش هست که چجوری معاف بشید. یکیش اینه که توی دیخیده لاگین میکنید و همونجا تو لیست امتحاناتون امتحان اونا رو که انتخاب کنید، گزینه
درخواست اگزمشن رو میزنید خیلی چیز راحتی، یعنی همونجا تو گوشی یه دقیقه روش کلیک میکنید خودش میره از توی فرم مالیاتی شما و اینکه قبلا آیا بررسی میکنه که آیا واقعا کار کردید یا نه، با توجه به اینکه خب اگر کار کردید مالیات دادید خودشون براتون نامه معافیت رو میفرستن، یعنی اگه واقعا کار کردید فقط حتما برید لاگین کنید و این یه دکمه رو بزنید که سریع براتون صادر بشه این و بیاد خونه. اگر هم یه فرمی هم داره که من حالا نمیتونم فکر کنم پیداش کنم، آها یه فرمی هم داره، اونم اینه که اگر که نخواهید با دیخیده اپلای کنید این فرم رو پر میکنید و میفرستید براشون و براتون میاد، یعنی همون حالتی که آنلاین درخواست بدید که بررسی بشه، در حقیقت براتون بررسی میشه که آیا مشمول معافیت از اونا میشید یا نه و اگر بشید خودشون براتون میفرستن. همین حتما آره یه سری کاندیشن هم نوشته که الان خیلی مهم نیست واسه بخواید، اصلا اهمیتی نداره، معلومه اینا مشمول همتون میشه دیگه، میدونید که دارید بر پاسپورت اقدام میکنید که باید اینو پاس کنید. همین، مراقب خودتون باشید.